با درود به همه شما بینندگان عزیز و وفادار تلویزیون ایران فردا، سپاسگزارم که شما پیام دادن رو خیلی جدی گرفتید. من هر هفته در میان ده‌ها پیام که بعضن پیام‌هایی است که چون مشخصات کامل میدید نمیتونم پخش کنم، نگرانتون میشم، شماره تلفن میگید، در نتیجه اونا رو خصوصی گوش میدم، ولی پیام های دیگر رو سعی میکنیم تا اونجایی که زمان برنامه اجازه میده بدون سانسور پخش کنیم. گوین که یکی از گویندگانمون میگه خدا رو شکر که سانسور به تلویزیون ایران فردا هم رسید. البته راجع به یکی از همکاران میگه که من توضیح میدم، ولی در اینجا سانسور وجود نداره. همون دو اصل طلایی که بهتون گفتم، ناسزا نه، کینه ورزی نه. بقیهش در تلویزیون ایران فردا هر چه میخواهد دل تنگت بگو. هم همکاران من این رو میدونن، این اصل طلاییه که من سانسوری رو چون خودم نمیپذیرم بر دیگرانم تحمیل نمی کنم و حداقل این رو همه همکاران من قبول. بسیار پیشنهادهای جالبی بعضن داده بودید که گفتم چون اسمتون رو گذاشتید آدرس و اسم شهرتون رو از ایران، متاسفانه اون را نمیتونم پخش کنم. اما بیایم گلچین این هفته رو ببینیم چیست. شروع میکنیم با نخستین بیننده ما که اظهار نظر کرده و من اونایی رو که لازمه جواب میدم و امیدوارم که پاسخهای من قانع کننده باشه. منتظریم. الو، با سلام به جناب آقای دکتر نوری‌زاده. فقط میخواستم خواهش کنم کسایی که از ایران در لباس سپاه مطبع یا هر چیز دیگه به ایشون تماس میگیرن یا میخواد رابطه برقرار کنن، تو رو خدا بگید مواظب باشین. هیچ وقت با هیچ کسی تنهایی ملاقات نداره. خیلی ممنون، خداحافظ. از پاریس زنگ میزنم. سپاسگزارم هموطن من، و بدونید که گفتم به زودی ارتباط مستقیم خواهیم داشت و همه این مشکلات حل میشه. بیننده بعدیمون. سلام، خسته نباشیم. الان داشتم صحبت‌های آقای نوری‌زاده رو گوش می‌گرفتم با اون آقایی که از ایران نه، مال پاسدارا بوده. میخوام بگم که من طرفدار آقای نوری‌زاده هستیم، خیلی هستیم. مواظب باشن، به چشمشون هم اطمینان نکنن. درسته این آقا شاید هم همیشه راست بگه، من میدونم، یه وقت فکر نکنن با این را بیفتن برن دور از جون یه جایی یه بلای سرشون بیارن مثل بقیه ها. من از قول ما بهشون بگیم ما شما رو داریم، ما میخوایمتون. شما خیلی بالاتر از یه حرف هستید. خوبه همه چیزتون درست، اینا حرف میزنن درست، پاسدارا بد بودن درست. یه وقت شما با اینا نرین، یه وقت خدایی نکرده مثل اون بقیه یه بلای سرتون بیارن. تو میخوایمتون، لازمتون داریم. مرسی، خدافظ. ممنونم ازتون هموطن من. هموطن نخستینم اشاره که کرد، من بیشتر گفتم ارتباط مستقیم، اون وقت راحت میتونن، چون اون هموطنمون حرفایی هم داشتن که خصوصی تر عنوان کرده بودن، برای این گفتم. ولی در هر حال ممنونم. چشم، دو سه بار ضربه خوردیم ولی من مراقبم. این پاسداری هم که من باش صحبت کردم انقدر اطلاعات برای من فرستاد که من راجبش تحقیق کردم، تأمل کردم. همینجوری نبود، چند ماه طول کشید تا ایشون توی برنامه من اومد و بعد قرار گذاشتیم زمان بعدی که ایشون میاد هر بار یک فصلی رو بگشاییم و درباره اون صحبت کنیم. ولی بسیار ممنونم از این توجه شما. هموطن بعدی. سلام، بابک هستم، از تهران تماس میگیرم. خدمتتون می‌خواستم عرض کنم که اصلا ما برنامه آقای نوری‌زاده رو دیدم در مورد مصاحبه با همون دوست افشاگرمون از آقای نوری‌زاده تمام تشکر رو دارم. خواستم بگم که ایشون انشالله سالهای سال زنده باشن، عمرشون دراز داد، چه این برنامه های بسیار خوب برای ما تهیه میکنن. ضمناً خدمتتون عرض کنم که در اواخر تابستون ما تصویر شما رو نداشتیم در یوتلسات، ما واژه شما رو میزدن
شما لطفا دو همون یاست دو همون فرکانس 127.3 که شرک های پارس و اندیشم اومدن ببین که اون شرکی اون فرکانس بسیار غری هستش و کمتر میتونن پلاسیش بندازن. قربون شما برم، دست احمد رو میبوسم، قربان شما بابک از قیران. روی ماه تو بابک عزیزم میبوسم، ممنونم ازت از توضیحاتت. همونطور که قبلا گفتم ما از اول نوامبر انشالله روی هاتبرد خواهیم بود و در اندیشه من هست که روی یاستم باشیم، یه بارم این کار خواستیم تجربه بکنیم، ولی ما قراردادی که با یوتل سب داریم زمانش به پایان نرسیده بود، الان راحت میتونیم روی هاتبرد بریم. این مشکلات هست نظر قانونی اینجا، ولی به هر حال چشم، خیلی ازت ممنونم. هموطن بعدی جا جناب آقای دکتر نوری‌زاده، من به شما سلام میکنم و احترامات شما متشکرم و همچنین به همه همکارانتون هم خدا قوت میگم. بعضی روزا در برنامه خانه پدری وقتی پلی به گذشته میزنید، دهه 40 و 50 که هم خاطرات هم تاریخ و بقیه این بوده، حقیقتا بسیار لذت بخشه. آفرین به شما و ذهن شما با این همه اعتراف. که بی مناسبت نیست اگر بگم آب دریا را اگر نسوان کشید هم قدر تشنگی باید چشید. ضمناً در چند پیام قبلی خواهش کرده بودم در مورد مسعود رجایی بیشتر صحبت کنید. شما هم لطف کردید و اجابت کردید. مطمئن باشید هر چقدر از این آدم بگید ثواب بیشتری میبرید. ممنونم که هموطن من رعایت اون اصل طلایی رو کرد. انتقاد میکنیم، ناسزا نمیگیم، القاب به آدم ها نمیگیم. خیلی ممنون میشم اینو رعایت کنید. هر انتقادی دارید اشکال نداره، از ناسزا و لقب دادن و توهین بپرهیزید. بسیار ممنونم ازت هموطن نازنینم، ممنون از لطفت. هموطن دیگر، با سلام و خسته نباشید به تمام کارکنان شبکه خوب و مفید ایران فردا. من یک جوان 35-6 ساله هستم، نظام گذشته رو ندیدم، اما معتقدم که ما ملت داریم تابان می‌کنیم. تمام این فقرها، بدبختیها، خوش شدن دریاچه ها، آتش گرفتن جنگل ها، نداری ها، سرگردانی ها، بیماری های روانی و روحی، همه اینها تاوانی که ما داریم میدیم. تاوان جهل و بیخردی، تاوان قدر نشناسی. ما اومدیم شاه مملکتمون رو با تمام بدی هایی که داشت، با تمام عیب‌هایی که داشت، با تمام نقص‌هایی که داشت، در حالی که مریض بود اون رو آواره قربت کردیم، از مملکت بیرونش کردیم و به قول معروف به خاطر یک دست مال تمام قیصریه رو به آتش کشیدیم. ما شاه مملکت رو خر خطاب کردیم، نخست وزیر ملی و قانونی اون رو مسله مسله کردیم و او رو پالان خر خطاب کردیم. ما مقصریم، ما داریم تاوان میدیم و هنوز باید بدیم. تاوان دادن ما هنوز دنباله دارد. این ملت باید اشکی رو که از چشم شاهش. ممنونم هموطن عزیزم و بسیار با احساس. فکر میکنم میلیون ها ایرانی احساسشون همین باشه. هموطن نازنین بعدی، من یکی از طرفدارای برنامه جاسو هستم. من میخواستم یه بار دیگه این پیغام بذارم که واقعا از هر لحاظ یه برنامه کامل هنری، ادبی و فوق‌العاده دوست داشتنی. از همه اینا دوست داشتنی تر اجرا کننده است.
این خانم روشنکی خیلی صداش، کلامش، انقدر زیبایی و صمیمیت و صداقت توشه که واقعا آدم رو شیفته میکنه. من یه مادر بزرگ هستم و واقعا به این دختر جوون از صمیم قلب احترام میذارم و برنامهش بی اندازه دوست دارم. شاید بین این ده ها برنامه های مختلف تلویزیونی به زبان فارسی هستش و اکثرا هم خوب هستن، این یکی از بهترین و شاید بهترین دختر جوان، بهترین یکی از بهترین اجرا کننده های این برنامه هست. سپاسگزارم مادر گرامی. حتما خانم خیرخواه هم خیلی خوشحال شدن و نویسنده برنامه و کارگردانش آقای محمد سفریان و خانم لیلا سامانی، حتما یکی از بهترین برنامه های تلویزیون ایران فردا چارسوز. سپاسگزارم. بیننده بعدیمون. دوستتون دارم و خسته نباشید میگم به تمام دستان در کارنامه‌ای ایران فردا. فقط یاد آوری میکنم که 13 مهر ماه روز درگذشت فریدون فروغی فراموش نکنید. متشکرم. حتما، من خودم فریدون رو بسیار دوست داشتم، دوست من بود و از تهیه کننده برنامه پنجره رو به خانه پدری میخوام یادشون باشه در روز 13 مهر ماه حتما از فریدون فروغی نازنین ترانه ای داشته باشیم. هموطن بعدی. سلام آقای نوری‌زاده، من از ایران تلفن میکنم. راجع به چند مطلب میخواستم صحبت کنم. من شما رو میشناسم و خیلی دوست دارم. برنامه هاتونم خیلی خیلی خوبه. چون فردا میخواست جواب بدید، من چند نکته رو میخواستم بگم. اولا هیچ کدوم از این کانال ها این کار نکرده، ولی شما این کار رو بکنید خرج زیادی نداره. شما دو تا ساعت بگذارید که یکی ساعت محل رو داشته باشه، یکی ساعت ایران رو، و حتی روزش رو با خط درست و روشن بنویسید. چون اگرچه فاصله 3.5 ساعت بیشتر نیست، ولی روزهاش ممکنه تغییر بکنه. این اول. دوم اینی که یک چیز مضاف و مضاف و الیه که من معتقدم جاش عوض بشه بهتره. یعنی بفرمایید ایرانی کرد، نه کرد ایرانی، ایرانی بلوچ، نه بلوچ ایرانی، و از این قبیل. مسئله سوم که خیلی مهمه، من به دلیل آشنایی که با پروتکل‌های سیاسی دارم درباره ملاقات آقای روحانی و نخست وزیر انگلیس که یک ملاقات تحقیرآمیز و اهانت به ملت ایران، البته اهانت به اون شده که عقلش نرسیده و نمیدونه، من این چیز رو دقیقا برای شما توضیح میدم، چون برای مردم معمولی عادی آشنایی ندارن. من دقیقا این رو براتون میخوام بگم. اولا تقاضای ملاقات از طرف اونا شده، بایستی نخست وزیر انگلیس میامد دفتر آقای روحانی. خب دقت کنید آقای نوری‌زاده، چون من گفتم این پروتکل سیاسی آشنایی دارم، دارم میگم بایستی نخست وزیر میامد، اما نیامد، و این آقای رئیس جمهور ایران بود که رفته بود خدمت ایشون. البته صحنه رو اینا جوری درست کرده بودن که یعنی ایشون اومده، یعنی ببینید ملاقاتی که نشون دادن، آقای رئیس جمهور دست چپ و آقای نخست وزیر بریتانیا دست راست بود، یعنی نشون میداد که این عکس در به اصطلاح مجلس آقای روحانی گرفته شد، در حالی که اینطور نیست. عکسی که نشون دادن دیدم که آقای روحانی داره میره اتاق خدمت ایشون. البته ممنونم هموطن عزیزم. در رابطه با پیشنهاد اولتون، اگه دقت بفرمایید در آغاز برنامه و لابلای برنامه
ساعتها به وقت تهران و به وقت بریتانیا نوشته میشه. بنابراین اگر دقت بفرمایید این ساعتها در پخش اول برنامه، پخش زنده مشاهده میکنه. بعد برنامه تکرار میشه. زمانی که تکرار میشه خب ساعتها فرق میکنه، ولی بینندگان ما عملا ساعتها رو دیگه میدونن. فکر کنید ما 6 ساعت برنامه داریم هر روز، بلا فاصله بعد از پایان 6 ساعت این 6 ساعت تکرار میشه. یعنی ما 3:30 شروع میکنیم تا 9:30 به وقت لندن تا ساعت 1 به وقت تهران، و این تکرار میشه، بعد از 1 دوباره تکرار میشه سر ساعت. بنابراین دوست نازنینم، ما یکمی امکانات تکنیکیمون بیشتر بشه، هر برنامه که شروع میشه بالاش ساعت اعلام خواهد شد. بسیار ممنونم. در مورد دوم کاملا حق با شماست. من بارها اینجا گفتم مرحوم نزیه یه جمله‌ای به آقای خمینی گفت: من ایرانی آذربایجانیم، من ایرانی مسلمانم، نه مسلمان بی وطن. کاملا حرف شما درسته. ایرانی کرد، ایرانی بلوچ، ایرانی عرب، ایرانی گیلک، ایرانی مازندرانی، ایرانی آذربایجان، کاملا من با حرفتون موافقم. و در مورد سوم بسیار از این دقت نظر شما ممنونم. ای کاش آقای روحانی گوش بکنه. بله، توهین‌آمیز. آقای روحانی پاشد رفت دفتر آقای نخست وزیر بریتانیا، و این البته کار قشنگی نبود. در پالیتیکس و در سیاست ممکن شما برید دیدار کنید، اشکالی هم نداره، ولی اگر این دیدار نتیجه بخش باشه. این دیدار نتیجه بخش نبود، و حرفایی که بعدن آقای دیوید کامرون زد حرفای چندان خوشایندی نبود، و این به خاطر عملکرد جمهوری اسلامی. هر بی احترامی که به ما میشه به خاطر رفتار رژیمه، ولی ایران جایگاه والایی در جهان داره. هموطن بعدی. سلام خدمت شما و تمام کارکنان ایران فرزا و مخصوصا آقای نوری‌زاده. خواستم بهشون بگم که لطف بکنن که این صحبت های آقای ماشاءالله عباس‌زاده رو دقت بکنن. خیلی از نظر جمله بندی اشتباه میگن و حتی ضرب المثل ها رو هم داره عوض میکنه. حکایت همچنان باقی، هم میگه حکایت ها چنان باقی، و داره نمیدونه یعنی چه. یعنی به های اکرامی دقت بیشتری بکنن، و امیدوارم که به هدف خودشون برسن، به هدف اون و هدف ما ایرانی هست. خدا سپاسگزارم. هموطن عزیزم، ماشاءالله عباس‌زاده سبک و سیاق خاص خود رو در سخن گفتن و نوشتن داره. چوب اگر جایی هم گفته به تعبیر او توجه کنید، و الا من در حرفای او امر غریبی رو مشاهده نکردم. خب هر کس سبک و سیاقی در نوشتن و گفتن داره که خیلی ها سخن ایشون رو میپسندن و از برنامهشون تعریف میکنن. هموطن بعدیمون. با سلام خدمت جناب آقای دکتر نوری‌زاده و همکاران محترمتون که همتون زحمت میکشید، تشکر میکنم ازتون. من دو تا نکته بود که خیلی برام مهمه و خیلی ناراحتم از این قضیه. هر روزم شنوند تقریبا، بله میشه گفت 95% برنامهاتون رو هر روز من شنونده هستم. نکته اول اینه که آقای نوری‌زاده، شما یک بار با آقای فرح‌بخش برنامه داشتید و دومین بارم دیروز این مسئله رو تکرار کردید. فرمودید که در زمانی که مردم حق رأی داشته باشن، رأی به رئیس جمهور خودشون میدن. من میخوام ببینم که شما از کجا میدونید که مردم سیستم جمهوری رو برای نظام آینده ایران انتخاب خواهند کرد که بتونن که بخوام به رئیس جمهور رأی بدن. شما موقعی که بحث رأی هست دوستان، اول اگر من اینجا جواب شما رو میدم، نظامی که در آینده در کشور ما بیاد مطابق خواست مردم، من اونو مد نظرم نیست. هر نظامی که مردم برگزینن طبیعتاً اون نظام منتخب مردم خواهد. ولی الان که صحبت از جمهوری و رأی دادن هست، من دارم در چارچوب وضع موجود سخن میگویم که وجود ولی فقیه انکار حق مردم برای رأی دادن. مثل اینه که شما یک سلطان مستبد داشته باشی و
بعد بگه مردم بیان رأی بدین. خب وقتی نظر سلطان مستبده دیگه رأی مردم چه ارزشی داره؟ الانم مقام معظم رهبری و شورای نگهبانش تصمیم میگیرن. مردم اگرم رأی بدن این رأی ارزشی نداره تا مقام معظم رهبری بفرماین و امضای مبارک رو بذارن زیر رأی مردم. هموطن بعدی. سلام علیکم خدمت تمام کارکنان ایران فردا، به خصوص جناب نوری‌زاده. با این سلیقه خوبی که ایشون دارن من تعجب بردم. برنامه امشب دادید این آقا اجرا کرد. نمیخوام بگم ایشون قیافش بده، ولی اون آقا که اجرا میکرد من فکر کنم که برای این برنامه خیلی مناسب و خوب بود، خیلی مسلط بود. لطف کنین اگر همون آقا باشه من فکر میکنم بهتر. حالا خواهید دید که به شما انتقاد خواهند کرد خیلی ها. دستون درد نکنه با این برنامه هاتون، دال زیاد چسمنده نبود این برنامه. مرسی. هموطن دیگری هم زنگ زده بودن مثل ایشون، اسمم آورده بودن، آقای مسعود جدی و یک خانم هم زنگ زده بودن که در مورد یک مسئله خصوصی که بین ما و آقای جدی بود ایشون مطلع بودن، بنابراین معلوم بود از آشنایان آقای جدی بودن. در رابطه با اجرای ایشون برنامه نویسنده ارزشمند فهمیم سخن، هیچ کس آقای جدی رو اخراج نکرد، هیچ کس یه خانم دیگه گفتن سانسور، سانسوری در اینجا اعمال نکرد. آقای جدی خودشون به خاطر شرایط استخدامی و وضعی که داشتن نمیتونستن با شرایط ما ادامه کار بدن. من حتی برای ایشون تسهیلات بیشتری فراهم کردم و تهیه کننده برنامه‌ام رفت باز با ایشون صحبت کرد. مسئله این که ایشون یه آهنگ پخش کردن اصلا نبود. اولا ایشون آهنگ رو پخش نمی کنن. ایشون در یک جایی یه آهنگ رو انتخاب کردن گذاشته بودن، مناسب برنامه ما نبود، اون آهنگ رو برداشتیم. نه بابتش توبیخ شدن نه اخراج شدن، ابدا. اینجا از این چیزا ما نداریم، ما همه با هم دوست و رفیق و عین یه خانواده ایم. ایشون خودش اومد به من شرایطی رو گفت که اون شرایط قابل قبول نبود. من تمام کارم اینجا قانونیه، ماورای قانون اصلا نمیتونم برم، هر کاری اینجا ما شرکتی هستیم، آفکام ناظر بر عمل کرده ماست. خیلی از تلویزیون ها در آفکام رجیستر نیستن ولی ما هستیم. آفکام اون سازمان بزرگی است که نظارت بر برنامه بی بی سی داره، برنامه ما هم داره، اسکایر هم داره، بنابراین ما عضو اونجا هستیم. یک ضوابطی رو ما باید رعایت کنیم. از نظر قانونی هم تمام کارامون باید در چارچوب قانون باشه. بنابراین فکر نکنید من یه همکار عزیزی مثل آقای مسعود جدی، خیلی دوستش دارم، از روز اولم که اومد اینجا همیشه همه نوع امکانات، چه موقعی که در خبر بود چه در موقعی که در برنامه فهمیم سخن عزیز بود، همیشه همراه و همدل و رفیق بودیم. روز آخرم که رفت با رفاقت روی منم بوسید و رفت. پس ما کسی رو اخراج نکردیم. بنابراین بدونید که اگر همکاری از ادامه همکاری با ما متوقف شد حتما یه دلایلی اصلا ربطی به اجرای برنامه یا چگونگی گفتار و غیره نداره. مسعود جدی مجری بود، متن برنامه توسط فهمیم سخن نوشته میشد و تهیه کننده برنامه رامین در انتخاب آهنگها و غیره نظارت میکرد. بنابراین هیچ از این حرفا در این تلویزیون نیست. هموطن بعدی. سلام، وقت شما بخیر. من استفاده دارم به پیشنهادات و انتقادات ما یه توجه خاصی بشه، یه زیر چشم نگاه بکنید به این انتقادات و پیشنهادات ما. بیایید چالنگی بگید بذارید مفصل حرف بزنم، بحث به یه جایی میکشون که اصلا به ما مربوط نیست، بعدم وسط حرفی مفصل میده و اصلا یارو یادش میره چی میخواست بگه. چند دفعه تذکر و دادش رو اصلا توجه نمیشه به این مسئله. دوست عزیزم، در برنامه هایی که مثل تفسیر خبر هست مجری برنامه چلنج میکنه، یعنی فقط شنونده نیست، حرفی رو که میشنوه بلافاصله پاسخ میده، یه جو گیر میندازه آدمو طبیعتا. آقا تو اینو گفته بودی، خب خیلی هم خوبه، اینا اشکال نداره. و جمشید چالنگی مجری و نویسنده ایست که بیش از 4 دهه این کار رو داره میکنه و
امیدوارم که هموطن ما دقت بیشتری به برنامه داشته و میدونم جمشید چقدر نقطه نظرهای شما براش اهمیت داره. هموطن بعدی. سلام علیکم به شما و برنامه قشنگتون. من از ایران صحبت میکنم. فقط میخواستم برای علی نوری‌زاده پیغامی بدم که اگر یک تلفن مستقیم شما بذارین مردم بگن بهتره، چون این کسایی که شما از ترکیه نمیدونم از سوئد اینا رو ممنونم، میدونم چون صحبتشون در همین چارچوبه و اشاره کردن با افرادی که شما گفتگو میکنینم بعضا ناشناسن. طبیعتا دوست من همه نویسنده از مادر به دنیا نیومدن، به مرور به عنوان گزارشگر به عنوان نویسنده در این جایی که مجالی بهشون داده امکان پیدا میکنن استعداد خود را عرضه کنن. اون روزی که من به مجله فردوسی رفتم و 17 سالم بود هرگز فکر نمی کردم که در پایان کار من اینجا در خدمت شما نشسته باشم. منم رفتم نازنین به نام عباس پهلوان این میدون رو به من داد و بعد عزیزان دیگری در طول زندگیم این امکانات رو به من دادن. صالحیار، مسعودی، پوروالی، اینا همه مرحوم رائد، اینا بودن که به من این امکان رو دادن تا من بتونم در این عرصه ممارسه کنم و به این نقطه برسم. ما هم این مجال رو به استعدادهای نوجوان حتما خواهیم داد. سپاسگزارم. هموطن بعدی. سلام، خسته نباشید. من فریدوس هستم. یه ساعت پیش در مورد پادشاه فقید و تذکر با آقای نوری‌زاده دادم با تون تماس گرفتم. یه مطلبی یادم رفت. در مورد آقای اولا که تشکر میکنم از برنامه آقای چالنگی. این انسان باشرفی که واقعا انسانیت رو ما از ایشون واقعا یکی از مثالهای بارز انسانیته و از برنامه آقای عباس‌زاده یه خواهشی که داشتم دوستان آقای عباس‌زاده برسونید اگه امکان داشته باشه مثل CNN که این مطلب روز رو با یه دونه یه نفر دعوت میکنه اون مطلب مهم اون روز رو باهاش بحث میکنه، اگه امکان داشته باشه در کنار بحث روزنامه های داخل ایران یک نفر هم دعوت کنن که به فاصله 3 دقیقه 4 دقیقه 5 دقیقه مفصل برجسته ای که در مورد مطلب مهم اون روز مثلا حمله آمریکا به داعش مثلا نظرش رو بگید. یه مطلبی که در مورد آقای سازدارا بود که ایشون برنامه دارن، برنامه جمعه شب و تفسیر خبر ما همش نگاه میکنم و شنونده هستم بیننده هستم. میخواستم با آقای سازدارا بگید ایشون در مورد زمان حکومت ایران سازان پهلوی که حرف میزنه میگه زمان شاه. نشون بگید شما همه قدرتی داخل ایران ندارید که هنوز کینه شاه رو کینه پادشاه فقید ایران رو از درونتون بیرون نریختید. من هر روز برنامه گفتار روزانه آقای سازدارا رو گوش میکنم، خیلی هم ایشون رو دوست دارم و خیلی استفاده میکنم از برنامهش. لطفاً به گوششون برسونید که این زشته برای شما. چشم، آقای دکتر سازگارا حتما شنیدن و من فکر میکنم ایشون هیچ وقت اهانت کرده باشه. عنوان کلمه شاه هم توهین نیست، این عنوانی بود که پادشاه فقید عملا داشت. حالا شاه یا پادشاه دلیل بر تکریم یا توهین به ایشون نیست، احترام رو حتی اگر بدون لقب پادشاه هم بگوییم میتونیم داشته باشیم. هموطن بعدی ما. جناب نوری‌زاده عزیز و گرامی، من از پورتلند اورگان حضورتون زنگ میزنم. من قبلا هم خدمتتون زنگ زدم ولی در اون موقع شما هنوز روزی یک شب برنامه نداشتین که جواب ما رو بدین. عرض کنم من فقط یک مطلب رو خدمتتون بگم و اون در زمینه تفسیر خبر هست که به وسیله دوست جناب‌عالی هموطن عزیزمون پخش میشه. ایشون عادت ندارن که تاریخ روز اجرا رو بگن. اگر یه زمانی در زمان برنامه تاریخی صحبت کنن یا در زمانی در زمینه‌های دیگه فرهنگی باشه تاریخ روز شاید ضرورت نداشته باشه زیاد، ولی وقتی که شما تفسیر خبر میگین یعنی تفسیر خبر نه تفسیر تاریخ. خبر وقتی که بعد افتاد و بعد افتاد تاریخ
کاملا حرفتون درسته. من اگر میبینید کوتاه میکنم نه برای که سانسور کنم، چون همین جمله است تکرار میشه، برای که مجال به بیننده دیگرمونم داده میشه. حتما ذکر تاریخ بسیار حرف درستی است. هموطن بعدی. سلام آقای نوری‌زاده. عرض کنم که من از 27-8 سال پیش ساکن اتریش هستم و تا جایی که تونستم اخبار ایران رو از طریق تمام این رسانه ها دنبال کردم. جای یک برنامه خیلی خالی بوده همیشه و من اینو چندین بار پیشنهاد کردم به شبکه های که میشناسید ولی هیچ کس تا حالا اعتنایی نکرده. میخواستم بگم من که الان زمان انقلاب 16 سالم بود و بقیه عمرم رو در اسلام سپری کردم، هنوز نمیدونم در این حوزه های علمیه چه میگذره. یعنی منظورم اصلا سیاسی و این حرفا نیست. این حوزه های علمیه بر من مثل یک شبکه مخفی میمونه. شما که خودتون تا مقدار زیادی وارد هستید، یا مثلا آقایانی مثل دوست عزیزم، من یک کتاب نوشتم از غرفه های تاریک تا حجره های سوپر دولوکسیا یا از حجره های تاریک، و خیلی هم کتاب موفقی بود و منتشر شد. انتشارات باران در سوئد منتشرش کرد. شما که در اتریش هستید میتونید یه نسخه این کتاب رو تهیه کنید، در کتاب فروشی هست، یا با باران تماس بگیرید براتون بفرستن، یا حتی با دفتر من میتونید تماس بگیرید. ولی من خودم حتما در یکی از برنامه‌های پنجره روح به خانه پدری درباره حوزه نظام آموزشیش، تغییراتی که در این سالها شده، حتما مفصل صحبت خواهم کرد. سوال بسیار مهمی کردید. هیئت حاکممون رو باید بشناسیم. کجا اینا آموزش میبینن؟ چه یاد میگیرن؟ چه علمی به اینا اجازه میده برای سرنوشت 78 میلیون ایرانی تصمیم بگیرن؟ چشم. هموطن بعدی. با پوزش جناب آقای علیرضا نوری‌زاده، لطفاً از ساپورت مالی تأمین کننده هزینه و مخارج شبکه ایران فردا برای همیهنان توضیح بفرمایید. با سپاس. محمد رضا نزدیک‌زاده از شیراز. آقای محمد رضای عزیز، چون من این پیام رو شنیدم، یک شنونده دیگه ایم پشت سر ایشون رو آزم دارم میرسیم پخش بکنیم، ولی بذارید من توضیحم رو بدم که دیگه احتیاج به نباشه. شنونده بعدیمون پیشنهاد کرده بود که چرا شما مثل تلویزیون‌های دیگه از مردم پول نمیگیرید، تقاضا نمی‌کنید مردم به شما پول بدن. شما فکر می‌کنید کسانی که تأمین هزینه تلویزیون می‌کنن مردم نیستن؟ حالا من بیام اینجا بنشینم از مردم خواهش کنم 10 دلار، 15 دلار، 20 دلار، من بستگی به وسعت مالیشون به من کمک کنم. خب یک ماه هم تأمین کردم، ماه دیگه چی؟ دوباره بیام از مردم تقاضا کنم؟ حالا به جان که من این کار رو بکنم، اون شخصیتی که محبت کرد و قدم پیش گذاشت و تشویق کرد دو نفر دیگه از دوستانشو که اینا اومدن و این مهم رو بر عهده گرفتن و یه شرکتی درست شد و حمایت از ما رو قبول کردن، ما شروع کرد. و هدف بندم اینه که بهتون بگم من آگهی چلو کبابی بدم نیست ولی پخش نمی کنه. هدف ما این بود برسیم به یه نقطه ای از تعداد بینندمون به نقطه ای برسه که شرکت های بزرگ آگهی قبول کنن و بعد بریم دنبال آگهی. اون عهدی هم که با ما گذاشته شد، این اون نازنین اول که مثل پدر من هست و اون دوتن دیگر، قرار بر این بود که ما تا 3 سال بریم جلو و بعد به نقطه ای برسیم که بتونیم خودمون تولید درآمد کنیم و این کارو میکنیم. من 6 ماه بعد از شروع تلویزیون میتونستم آگهی بذارم. شرکتی که به ما آگهیشو داد و قرار شد ما این کار رو بکنیم، زیر فشار نمایندگیش در ایران قرار گرفت که اگر شما این آگهی رو بدید اینجا تشکیلات ما به هم میزنه. و چون یکی از بزرگترین شرکت‌های الکترونیکی کره بود، نمیتونست این کار رو بکنه. ولی موارد دیگری هست که شما به زودی خواهید دید. بنابراین چند نوبت دیگه من بیام برای شما توضیح بدم. آیا شما برنامه‌ای رو که میبینید میپسندید؟ آیا این برنامه‌ها در جهت منافع ملیه؟ اگر هست پس بدونید حامیان این تلویزیونم
انسان‌های ملی هستم. اگر من اینجا میمدم چیزی علیه منافع و مساله ملی ایران میگفتم، از یه قدرت خارجی حمایت میکردم، شما میتونستید ایراد بگیرید و بگید لابد این تلویزیون وابسته به یه قدرت خارجی است. ولی همونطور که گفتم اینجا آزادی کامل برقراره. یک دو اصل طلایی رو ما داریم و در کنار اون راجع به همه چیز میتونیم بحث کنیم. به جهت اینکه حامیان این تلویزیون آدم‌های آزاده‌ای‌اند که هیچ قید و بندی روی کار من نگذاشتن. هیچ وقت نشد تلفن رو برداره یکیشون به من بگه علیرضا این برنامه چی بود یا این برنامه خوبه باشه. نه، با اختیار کامل عمل کردم، چون از اول آدمی بودم که اگر کاری رو مسئولیتی رو میپذیرفتم اختیار کامل هم داشتم. پس اگر شما روزی در این تلویزیون مطلبی دیدید که مغایر مساله ملی کشور بود، اون وقت میتونید بگید. در این حال یکی از شنوندگان اشاره کرده بود که حرفهایی هم از آقای قنبری و آقای تهرانی شنیدم. اولا من درباره آقای شهریار قنبری بگویم، دوستی که من از کلاس ششم ابتدایی با ایشون آشنا بودم، خودم دعوت کردم از ایشون، خواهش کردم در برنامه باشن، اومدن، بسیار محبت کردن، منظم یک سال برنامه ارائه دادن. این آخری ها من به ایشون گفتم آقای قنبری من دوست دارم یه خود مسیر برنامه تغییر کنه، خیلی یک نواخت شده، میخوایم برای یه مدت نیم ساعتش کنم. آقای قنبری قبول نکرد، اعتراض سخت. تا روز آخر آقای قنبری حقوق کاملشون از این تلویزیون گرفتن که بالاترین حقوقی بود که در این تلویزیون پرداخته میشد، حقوق کاملشون دریافت کردن. بنابراین هر حرفی ایشون زدن من پاسخی بهشون ندارم بدم. آمدن در تلویزیون ما، قدمشون روی چشم، برنامه‌های خوبی اجرا کردن، من ازش سپاسگزارم، عهد دوستی رو به جا آورد. ولی یه تلویزیون باید در صدد تنوع باشه. الان هر سه ماه یه بار من به برنامه نگاه میکنم، به اتفاق همکارانم تشخیص میدیم این برنامه فرمتش عالیه، بره جلو، این برنامه تغییر کنه، این برنامه نباشه. کار ما رضایت شماست، شما رو، و در این حال جنبه فرهنگی کار، جنبه آموزشی کار، اینا رو همه رو باید در نظر بگیریم. من هیچ اهانتی نه به آقای قنبری میکنم، چون بسیار دوستش دارم، شاعرترین ترانه سرای معاصر میدونمش، کارهایی که او کرده در تاریخ ثبت خواهد شد، ولی در این حال اختلاف نظری با من داشت در مورد تا اندازه برنامه و محتواش. من دوست دارم برنامه ها منحصر به خود آدم نشه، درباره دیگران هم باشه. اما در مورد آقای تهرانی، منصور تهرانی هم از ترانه سرایان بسیار مورد احترام منه، از 40 سال پیش میشناسمش، خیلی هم لطف به من داره، یک برنامه یا دو برنامه برای تلویزیون ما درست کرد، چون تداخل کرد با برنامه سینما، گفتم فعلا دست نگرد، چون خیلی شبیه میشد هم یه جا به ترانه باران، یه جا به برنامه فیم، یه جا به برنامه چارسو. آقای تهرانی اگر حرفی راجع به ما گفته باشن من بسیار متاسفم، من فکر نمی کنم، چون ایشون هم در برابر کارشون اون هدیه ناقابل تلویزیون رو دریافت کردن. بنابراین کسی نمیتونه در این زمینه به ما ایراد بگیره. به هر حال این نکات توضیحاتی بود که باید حتما خدمت شما میدادن. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باد. علیرضا نوریزاده، تا برنامه دیگر شما و ایران فردا، همه شما عزیزانم را به پروردگار عاشق می سپارم. فردا